بله مرسی. امروز در خدمت همکاران از بیمارستان مفید هستیم و دو تا بیمار رو دوستان معرفی میکنن و انشالله که استفاده میبریم هممون. خانم دکتر چاوستاده و همکارانشون هستم خدمتتون. با سلام آقای دکتر پروانه. سلام عرض میکنم خدمت همگی اساتید و همکارانی که آنلاین در واقع در جلسه تشریف دارند. من باز تشکر میکنم از این تشکیل در واقع جلسات گراندان، همه داریم واقعا استفاده میکنیم. یه فرصت خوبیه که کرونا خیلی چیزاش خوب نبوده، ولی هر چیزی من همیشه میگم شر مطلق نیست. یکی از این چیزاش خوب این در واقع بستری برای این سمینارهای آنلاین و این مدلی فراهم کرد که خب به نظر من کار خوبیه و کمک میکنه به همه. از این فرصت این که امروز در اختیار ما قرار داده شده تشکر میکنیم. ما دو تا کیس، حالا وقتی من صحبت میکنم کیسای در واقع ایمیون دیفیشنسی هستن و علاقه که آقای دکتر موحدی در واقع سری خواهش کردن که آلرژین باشه، ولی خب ما کیسامون در واقع ناوزی کیسای نقص ایمنی بودن که داشتیم. اول آقای دکتر فلاحی از فلاحامون از بیمارستان الان بیمارستان مسیح تشریف دارن، ولی اسلاید ها رو شیر میکنن. یک کیسی بود که تو موفید که ما دیده بودیم، یه بچه 2 ساله با تب طولانی و اسهال بود که در واقع بحث ژنتیکش یک ژنی رو مشخص کرد که گروه های انتروپاتی و در اپروچ به این اسهال های سن پایین یا الیازت آی بی دی ها رو یه مقدار صحبت می‌کنیم. بعد از معرفی کیس خانم دکتر شرفیان که خوشبختانه یه ماهی به تیم ما اضافه شدن در واقع و کمک‌کار ما در برنامه نقص ایمنی هستن و برای نقص ایمنی در تیم مفید ما تیم رو جدا کردیم به ما ملحق شدن و ایشون بحث کیس رو می‌کنن. و در اواسط بحث خانم دکتر شرفیان آقای دکتر کرامتی پور به ما ملحق میشن و ژنتیک بیمار رو برای ما توضیح میدن. بعد ادامه اون ژنتیکی که بیمار داشته در از نگاه در واقع علمی قضیه رو باز خانم دکتر شرفیان ادامه اسلایداشون رو میگن. یک کیس دوممون باز یک کیس نقص ایمنی هست که حالا نقطه جالبی که داشته در واقع خب با اسپلنومگالی و تب و آفتای دهانی بود. فلومون در واقع صحبت میکنن این خود بیماری هایی که داشت، یکیش در یک زمینه یک خب خیلی در واقع لینک به ما نبود، ولی یک دو در واقع به عبارتی کیس الان اینجا میگیم دو تا دیزیز داشت که ممکنه همکارا ببینن و خب این بحث رو بحثش آقای دکتر کرامتی پور در این که چقدر احتمال داره ما در یک ریپورت ژنتیک دو تا دیزیز واقعا ترو داشته باشیم برامون ادامه بحث رو میگن. حالا یه مقدار خود منم در واقع روی کیس یه صحبت این کنم که موارد مشابهی که ما داشتیم از این کیس هایی که در واقع این مدلی بوده و باز با هر پرسش و پاسخی بوده ما در خدمت دوستان هستیم. ابتدا از آقای دکتر فلاحی من خواهش میکنم که در واقع که پرزنتیشن اول رو شروع کنن و شرح حال کیس رو بفرمایید. آقای دکتر فلاحی بفرمایید. خواهش میکنم. صدای بنده هست؟ بله بله آقای دکتر. بله. با عرض سلام خدمت اساتید بزرگوار و همکاران گرامی. بیماری که من خدمتتون معرفی میکنم یک بیمار 2 ساله‌ای هست، پسر، که با تب از 2 ماه قبل از مراجعه به بیمارستان مفید اومده بود. بیمار در طی مدت یک اسهال خونی هم داشته. بیمار در اهواز بستری بود حدود 1 ماه و آنتی بیوتیک های وسیوتیف هم دریافت کرده بود. اسلاید بعدی لطفا. در پس مدیکال هیستوری بیمار از 2 هفتگی دچار خون در مدفوع شده بوده که کازمیک آلرژی براش تشخیص داده بودن و فرمولای نئوکیت براش تجویز کرده، اما همچنان اون خون در مدفوع ادامه داشته و اسهال داشته بیمار. بیمار در 2 ماهگی به علت تب طول کشیده بعد از واکسن بستری شد که ایمپرشنشون سپسیس بوده و با برود اسپکتروم آنتیبیوتیک درمان گذاشتن براش. بعد از 8 روز بیمار مرخص شد. بیمار مجددا در 1 سالگی به علت اسهال خونی و بیقراری بستری شد که تو بررسی متوجه آنال فیشر شدن و با ایمپرشن آنال فیشر و استریکچر بیمار رو تحت اسفنکتروتومی و بوژیناژ قرار دادن که تا مدتی مادر در منزل هم بوژیناژ انجام میداده. در
15 ماهگی بیمار دو بار به خاطر تب طول کشیده بستری شد و عرض شد که نهایتا تشخیصی که براش گذاشتن extensive dental abscess due to ناشی از multiple teeth decay بوده که درمانی که براش انجام دادن periodontal surgery بوده. اسلاید بعدی لطفا. در فامیلیال هیستوری پدر و مادرش پسر خاله دختر خاله هستن و عمه بیمار در اثر کانجنیتال هارت دیزیزی که در زمینه دان سیندروم بوده در 6 سالگی فوت کرده بودن. بیمار در زمانی که مراجعه کرد یه تمپرچر 39.5 درجه داشت، پلور داشت و در معاینه شکم اسپلنومگالی داشت و FTT بود با قد 80 و ویت 8 کیلوگرم که به نظر یک FTT به اصطلاح غیر متقارن می رسید. بیمار همونجور که ملاحظه می فرمایید در عکس بالا دندوناش در اومده بوده، منتها در جراحی که در 15 ماهگی انجام داده بودن به جز دو تا از دندانهای بالا و یکی دو تا از دندانهای پایین بقیهش رو کشیده بود. و اسلاید بعدی لطفا. تو بررسی هایی که ما انجام دادیم بیمار یک YPC 23000 تا داشته با نوتر 75، لیمف 20، مونوسیت 3%، اوزینوفیل 2، هموگلوبین 8.2 داشته، پلاکت 690000، ESR 65، CRP 68، الفتیش نرمال بوده، آلبومین 3.1 داشته. ما براش با شک به نقص ایمنی، در واقع بیمار تو سرویس عفونی بستری بود، با هم مشاوره داده بودن، ایمونوگلوبولین چک کردیم که IgG 297 داشته، IgM 29، IgA 21، IgA 16، آنتی تتانوس و دیفتریش نرمال بوده، MVT 100% داشته، آناس یانکا پیانکاش منفی بوده، منتها که استول کلپروتکتین بالایی داشته، 1020 بوده، بومرو انجام شده بوده که نرمال بوده. در فلوسیتومتری بیمار CD3 52%، CD4 30%، CD8 22%، CD19 27%، CD20 23.4%، CD16 10%، CD56 18%، CD1656 7.8% داشته و تیسل دبل نگتیوش هم 4.37% بوده که مقداری بالا بوده. LTT برای بیمار انجام شد که PHA 3.8، BCG 3 و کاندیدای 2.5 داشته که همشون بالاتر از رنج های آزمایشگاه ما بوده. اسلاید بعدی لطفا. بیمار تحت کولونوسکوپی قرار گرفت. در گزارش کولونوسکوپی در ناحیه آنوس پریانال اریتما فیستولا داشته، در ناحیه سیگموئید دیفیوز اوسیلیتیو لیژنز داشته که به صورت اسکیپ اریا بوده و شبیه بیماری کروم بوده همراه با ضایعات آفتوس، و در دیسندینگ کولون دیپ اوسیلیتیو لیژن وجود داشته که همراه با اکتیو بلیدینگ بوده و به خاطر ریسک پرفوریشن از همونجا نمونه گرفتن و خارج شدن. اسلاید بعدی لطفا. در بیوپسی کولون در پاتولوژی سیویر کرونیک اکتیو کریپت دیستراکتیو کولایتیس گزارش شده، CMV منفی بوده، اسید فسباسیل منفی بوده و عرض شود که تو نمونه یه تیشویی هم که چیز کرده بودن یه سیویر کرونیک اکتیو کولایتیس ویت مولتیپل اولسریشن. البته اینجا من یه توضیح بدم، بیمار در زمان کولونوسکوپی علیرغم اینکه سعی کرده بودن پرفوریشن صورت نگیره، منتها چون خیلی بافت خرابی داشته وقتی تیشو رو برداشتن بیمار دچار پرفوریشن شد که بعداً عمل جراحی شد و کولستومی گذاشته شد که کولستومی قرار هفته آینده بسته بشه. تو نمونه‌ای که فرستاده بودم همونجوری که عرض کردم یه کولیت اکتیو کرونیک شدید داشته همراه با اولسرهای متعدد، آپاندیسیت حاد
همراه با پریاپاندیسیت داشته و ریاکتیو لیمف نود داشته که برای مالیگنسی منفی بودن. اسلاید بعدی لطفا. چرا ما فکر کردیم این بیمار دچار فود آلرژی نیست؟ یکی این که پاسخ به رژیم الیمنتال و هایپو آلرژیک نداد هیچ وقت، علارغم این که تحت درمان فوق تخصص گوارش کودکان بوده. هیچ علائم آتوپی بیمار نداشته اصلا. ژنجیویت شدید داشته که نهایتا منجر به آبزای متعدد دندانی و جراحی لثه شده. مکررن دچار تب می شده. پاتولوژی که در کولون مشاهده شده پاتولوژی مربوط به فود آلرژی نیست و تستای ایمونولوژیکی هم که انجام دادیم همونجور که ملاحظه فرمودید مختل بوده. بنابراین ما شکمون در واقع ایمپرشنی که برای بیمار داشتیم سی آی دی بوده. خواهشون بنده عرایزم تمام شد در خدمت. یه اسلاید دیگه هم لطفا هست که درمانش رو اسلاید قبلی ما درمانی که برای بیمار گذاشتیم، بیمار خب کلستومی شده بود که عرض کردم کلستومی قراره هفته آینده بسته بشه. درمانی که گذاشته بودیم کتریموکسازول، آسیکلوویر، آی وی آی جی بود و درمانی که گوارش برش گذاشت مسالازین، پردنیزولون و آزاتیوپرین بوده است و بیمار الان داره 5 میلی گرم دیلی پردنیزولون مصرف میکنه که دوز پردنیزولونش کم شده. متشکرم. آقای دکتر فلاحی ممنون. خواهش می‌کنم. اصلا دیدم همکارا پرسش و پاسخ در کیس ندادن که ما اپروچ به مریض و کامل در واقع خانم دکتر شرفیات بحث می‌کنن. ولی این کیس نکاتی که شما توی اسلاید گذاشته بودید این مطلب رو می‌رسونه که واقعا بیمار فود آلرژی نبود و وقتی که ما فود آلرژی داریم دلیل نداشت که هم فرمایشی که شما کردید پاتولوژین سیر خود بیمار و مریض بعد حال بود و چندین بار با سپسیس خوابیده بود و همیشه ما این نقطه طلوع اولیه وقتی می‌گیم که به فرض فیدالرژی خب باید حواسمون باشه پاتولوژی این گزارش پلیتاپسس رو نمیده به ما. دندونی که جراحی شده بود نهایتا ما رو به این سمت برد که این بچه فقط یک آلرژی ساده نیست، یک میون دیفیشنسی هست. ایمیون دیفیشنسی با توجه به اینکه کیس اپروچی که به ما در واقع مراجعه کرده بود انتروفاتی بود، حالا اینو خانم دکتر شرفیان بحث میکنن که ما وقتی با یه مریض با انتروفاتی مواجه میشیم چه ژن‌هایی رو در نظر بگیریم و چه فکرهایی برای بیمارمون بکنیم تو بحث داریم. ولی ما دیدیم علاوه بر انتروفاتی این دیگه چیزهایی داره مثلا که با اون ژن‌های ویژه‌ای که تو الیاست حالا دیدیم ما می‌بینیم قابل توجیه نیست. این دندان‌های به این شکلی که خود من اول فکر کردم نکنه یه کیس نما باشه، بعد در واقع مشاوره پوستم که داریم چون یه ذره دندونش حالت دورشک داشت ولی بعدا از نظر پوست و عرق ریزش و در واقع اختلالات پوست و مو چیزی واقعا نداشت. و ذکر میشه که بیماران نما ممکنه که فقط اختلال دندانی باشن و این مثلا دندانای دورشک رو داشته باشن، شاید این نمای فاضلی بود که به دنبال کشیده شدن دندون‌هاشون ایجاد کرده بود. اما با فکر نموتون یک کمی دیسترش هم تو فلوسایتومتری بالا بود و گاهی بیماران نمو دیفیشنسی هم میتونن با انتروپاتی و الیانست آیدی به ما مراجعه کنن. ولی بحثی که بعدا نهایتا با این دید و ممکنه که فلوسایتومتری یه در واقع اختلال تو مموری دیسل داشتن که باشته باشن که ما بهشون شک نمی کنیم و درصد دیسل هاشون حتی ممکنه از پایین و نرمال افزایش یافته باشه. با این فکر چون در واقع فکر نما می‌کردیم و گفتیم از جن بحث نقص ایمنیش از جن‌هایی که انتروپاتی میدن بحث برامون مایه مثل سی جی دی یا این گروه در واقع دولاد شده بود، ما نقص ایمنی توام و با این اینفلیشنی که مشکلاتش عدیده بود براش گذاشتیم و نهایتا یعنی به خصوص این که فکر می‌کردیم شاید نما باشه و گفتیم چون ژنش مشخص بشه که اگر سنش تا پایینه برای پیوند مخصوص بخواد زودتر بره که ژنتیکش در واقع یه چیزی اومد که حالا اونو بحث میکنیم که اون ژن هم توش تابلوش انتروپاتی هست و همه علائم مریض ما رو توجیه میکرد که چرا حالا مریض اینقدر در واقع تو گروه کمباین اگر ما گذاشتیم به اون گروه به اینقدر به عبارتی به قصد انتروپاتیش مختل نبود.
و این در واقع بحث ژنتیک چه می‌کنه که همیشه خب این نقص‌های ایمنی، من همیشه میگم بیمارا کتاب نخوندن، خود نقص ایمنی هم باز در واقع اون کلوهایی که ما رو به سمت تشخیص صحیح می‌بره باید داشته باشیم که این بیمار هم همینو به ما میرسونه. حالا بحث رو ادامه‌ش خانم دکتر شرفیان می‌فرمایند. سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید و همکاران عزیز. من در ارتباط با بیمارمون و اینکه حالا چه راههایی وجود داره که یک بیماری با تدارک گوارشی مراجعه می‌کنه رو از یک بیمار نقص ایمنی اختراق بدیم، در این مورد بحث کوتاهی رو آماده کردم که خدمتتون عرض می‌کنم. حالا اولین نکته این هست که وقتی یک بیمار با تدارک گوارشی مراجعه میکنه چجوری متوجه بشیم که بیمار آلرژی داره یا سایر اختلالات گوارشی، مثلا عفونت داره، آلرژی داره، یعنی که یه آی بی دی داره و کی به نقص ایمنی شک میکنه؟ اولا که آی بی دی که همگی میدونن که دو دسته هست، اولتراتیف کولایتیس و کرون. این آی بی دی و آلرژی های غذایی، بیماری های آلرژی غذایی، اینها توی پاتوفیزیولوژی و تدارک ایمونولوژیک میتونن یک سری اوورلپ هایی با هم دیگه داشته باشن که حالا بر اساس طول های خاص میتونیم اینها رو از هم که اختلاف بدیم. مثلا در کرون مسیر های تیهلپر 1 و تیهلپر 17 درگیر هست و در اولتراتیف کولایتیس مسیر تیهلپر 2 درگیر هست. پس هم در علائم آی بی دی و آلرژی های غذایی میتونن با هم دیگه اوورلپ داشته باشن، هم توی مسائل ایمونولوژی هر دوتاییشون اوور اکسپرشن آی جی و ریلیز هیستامین دارن و هر دوتایی یه پاسخ نسبی به پروبیوتیک ها دارن. توی این اسلاید یه شمای کلی از ایمونیتی گات رو دستگاه گوارش رو مشاهده میکنیم و در این اسلاید نشون دادیم که سیستم ایمنی دستگاه گوارش در حالت معمول بر اساس اینکه با فود و یا میکروب های معمول مواجهه داشته باشه یک ایمنی سالم یا به سمت تولرانس میکروبیوم میره یا به سمت تولرانس، یعنی با غذا که برخورد کنه آنتیژن های غذایی تولرانس به مواد غذایی پیدا میکنه، با میکروب هم تولرانس به میکروبیوم. توی این مسیر هر کجا اختلال ایجاد بشه باعث ایجاد فود آلرژی یا آی بی دی میشه که حالا توی شمای کلی نشون داده که توی فود آلرژی بیشتر تیلتر 2 و بی سل ها و آی جی نقش دارن و توی آی بی دی تیلتر 1، توی کرون دیزیز و اولتراتیو کولایتیس سل های ان کی تی و تیلتر 2 نقش دارن و حالا ساکتوکانت هایی که تولید میکنن. ماستل و اوزینوفیل ها علاوه بر این که توی ایجیب و گاسترینترایتیس های اوزنوفیلیک نقش دارن، توی آی بی دی هم نقش مهمی ایفا میکنن. پاسخ های آنتی سلولی توی اوزنوفیلیک کولایتیس به شکل تیهلتر تو لایک هستش که این توسط سل های انکیتی ایجاد میشه، انجام میشه و این ها میان اینترلوکین 13 و 5 ترشون میکنن و خیلی جالبه که اینترلوکین 4 اینا ترشون نمی کنن برای ایجاد بیمار توی آی بی دی. و سلهای تیره هم توی آی بی دی و فود تولرنس دچار اختلال میشن. یه سری تظاهرات وجود داره که میتونیم بیمار از هم دیگه اختراق بدیم. اولا که بیماری که مراجعه میکنه با تظاهرات گوارشی اگر که ولنوریش باشه کاملا، هیچ کلوی خاصی به نفع نقص ایمنی نداشته باشه و سابقه خانوادگی یا سابقه شخصی آلرژی داشته باشه و افتیتی نداشته باشه، این بیشتر ما میبینیم به سمت حالا خود آلرژی. و توی 50-70% بیمارایی که اجیب دارن یه شرحال خانوادگی یا شخصی ایتوپی وجود داره. علائمشون توی اطفال و بزرگسال با هم دیگه فرق میکنه که علائم گوارششون توی اطفال بیشتر به صورت ابدومینال و بومی هست که بزرگسال توی اینفکشن و اختلال بعل و هارتفیلر و چست پین پیدا میکنن. توی هیستولوژی توی ایجیب بیشتر از 15-20 اوزینوفیل در هر هایپوفیل دیده میشه. و توی آی بی دی حالا که شک میکنیم آی بی دی باشه، وقتی که بیمار به رژیم، حتی اگر خوشحال باشه، اگر به رژیم آلرژیک پاسخ نده یا اگر مقاوم باشه
همراهش حالا یه شرط‌های مثلا خانوادگی داشته باشه، یا اینکه یک سری نکات به ضرر نفسین به ضرر فود آلرژی داشته باشه، ما شک می‌کنیم آی بی دی باشه. تشخیص آی بی دی و پولیپ‌های التهابی چند تا نکته به ما کمک می‌کنه. هر وقت که شک کنیم حتما این دو کلون باید انجام بشه برای بیمار. البته من از چند جا که سرچ کردم اینجوری بود که همه مریضا رو از همون اول اندو نمی‌کنیم و بر اساس علائمشون که به کرون یا اولسراتیو کولایتیس هستش تصمیم می‌گیریم و بایوپسی باید گرفته بشه. حداقل دو تا بایوپسی از 5 قسمت باید گرفته بشه. ایلوم و رکتوم باید درگیر باشه، مخاط باید بررسی باشه، برای هیستولوژی باید فرستاده بشه و توی هیستولوژی برامون تشخیص آی بی دی و بر اساس نمای کولونوسکوپی و اندوسکوپی که داریم تشخیص آی بی دی مسجل میشه. و یک نکته دیگه که از آزمایش کارپورتیکین هم میتونیم استفاده کنیم برای افتراق موها، یافته های اندوسکوپی توی اولسراتیو کولایتیس، ادم و کاهش وسکولاریتی، اریتم، فرجیلیتی مخاطی، اروژن ها و اولسرها و زودو پولیپ هایی هست که ممکنه دیده بشن. سه تا نکته هست که توی اولسراتیو کولایتیس به نفع اولسراتیو کولایتیس هستش که کرون که شامل اولسرهای آفتوس، نمای کابلستون و استبلیژن ها هستن. کرون دیزیز هم یه سری تظاهرات مشابه داره و یه سری تظاهرات که اینها رو افتراق میده. اولا اینکه آفرژی های درگیر هستش، اولسرهای آفتوس، استریچر، فیستول به نفع بیشتر کرون دیزیز هست، اریتم پیدا میکنن و اینها اونهایی که ممکنه فقط قسمت فوقانی جی آی درگیر باشه ولی به مرور زمان قسمت دیستال هم درگیر بشه. حالا توی آی بی دی چند تا ترم داریم که جالب هست. بیشتر بین سن شایع بین سن 20 تا 40 سال هست 25% موارد آی بی دی توی کودکی دیده میشه. اگر آی بی دی در سن زیر 6 سال باشه بهش گفته میشه very early onset آی بی دی و اگر زیر 2 سال باشه infantile آی بی دی گفته میشه. مواردی که very early onset هستن یه سری تظاهرات شدیدتری دارن، معمولا درگیری کلونشون بیشتر هست و درگیری روده باریکشون کمتر هستش و پسخ به درمانشون ضعیف‌تر هست و اینترونشن های سرجیکالی که برای بیمار انجام میشه بیشتر هستش. توی این اسلاید کلوهایی می‌بینیم که بیشتر به نفع حالا ایمیون دفیشنسی هست و باید حتما بررسی بشه. یه فامیلی هیستوری آی بی دی یا ایمیون دفیشنسی، سابقه والدین منسوب، فود آلرژی های همراه با آی بی دی، بیماری سلیاک حتما باید رولود شده باشه. یک کورس ریفرکتوری و مقاوم به درمان معمول، بیمار نیاز به تی پی ان پیدا کرده باشه، تب و عفونت های آنژیوال همراه داشته باشه، اوتوایمونیتی همراه داشته باشه، فیستول یا آبساهای پری آنال داشته باشه، ضایعات پوستی و ناخن داشته باشه، گرانولوم یا آبساهای اسکین داشته باشه، اسپلنومگالی همراه یا آبسه در ارگان ها داشته باشه، مالیگنانسی همراه داشته باشه، کوموربیدیتی داشته باشه و یه سری تظاهرات همراه دیگه مثل اچ اس اس و عفونت های شدید. اینجاها باید به نفع ایمنی شک کنیم. این اسلاید هم به اومدیم پول های قبلی رو توضیح دادیم. این یه اسلاید جالبی هست، اومده شایع ترین بیماری های نفع ایمنی رو که همراه با آی بی دی به صورت آی بی دی تظاهر میکنن رو گذاشته و بر اساس اینکه از چه سنی شروع بشه اینها رو افتراق داده. همونطور که میبینید همشون تقریبا از زیر 6 سال شروع شده، یعنی very early onset آی بی دی هستن تظاهراتشون و تا بزرگ سالی ممکنه ادامه پیدا کنه. و حالا توی سرچ هایی که انجام دادم دیدم که آی بی دی فقط آی بی دی که توی بچه ها بوده با نفع ایمنی ارتباط نداشته، یعنی ممکن هم هست یه آی بی دی در سنین بالا اولین تظاهر یک بیماری نفع ایمنی باشه. خب توی این چند اسلایدی که مشاهده میکنیم پشت سر هم یه سری اینهایی که آخرین جمع‌آوری که بوده دیده شده همراه با آی بی دی هستش، very early onset آی بی دی هستش. مشخص شده که ژن های خیلی زیادی هستن که من ازشون رد میشم، امریکا، امی اس بی، پی ال سی جی 2، ان ال آر پی 12، ان ال آر سی 4. حالا اینها رو رد میشم، خیلی رنج بسیاری داره، بعدن اسلایدی رو در اختیارتون قرار میدید. ایستای ای کی چیزای شایع میگم، فاکتوری ایر، اینترلوکین 10 و 10
رسپتور و انتلیجین در آر بی رسپتور بی دیگه سی وای بی ای سی وای بی بی ام سی بی بی ها ویسکوز آل بریج رگ وان رگ تو زف هفتاد ال آر بی ای آی کاس انتلیجین 21 بی تی کا آی سیدا کاسپیز ای ایچ TTC 7A, TTC 37, نمو اینها و مثل تو دیگه آدام 17 و یه سری جنهای دیگه و توی این بیمار خاص بعد از فول اگزوم اگزوم سیکوینسینگی که انجام شد جن فیز 8 مشخص شد که حالا در مورد این ژنتیک آقای دکتر کرامتی پور برامون توضیح میدن. اگر سوالی تا اینجا هست در خدمتتون هستم. آقای دکتر کرامتی پور اگر آنلاین تشریف دارید بحث ژنتیکش رو ما رو راهنمایی بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید و همکاران محترم. بله من هستم آنلاین. بله اسلاید دارم که گذاشتند. خب خیلی تشکر میکنم از خانم دکتر چاوش زاده و بقیه اساتید بزرگواری که این جلسات رو برگزار میکنن. من اگر اجازه فرمایید فقط خلاصه در مورد بررسی ژنتیکی که انجام شد یه توضیح رو خدمتتون بدم. فکر میکنم توضیحات خیلی کاملی رو هم در مورد بیمار هم در مورد حالا یافته های بالینی و سایر یافته های پاراکلینیک همکاران محترم ارائه کردن. این اسلایدم اگر رد بکنید ممنون میشم. خودم میتونم رد بکنم اسلاید. آها اوکی. خب این اسلاید اول در مورد همون مسائل بالینی بود که من ازش گذشتم. کاری که برای این بیمار انجام شد خب یه هول اگزوم سیکونسینگ انجام شد که با کپچرینگش با یک کیتی بود به نام کیت تویست و سیکونسینگش با پلتفرم ایلومینا بود. یک کاوریج بخشی در جریان حمید جوادخوا هستین؟ خام حقانی ببخشید این حمید جوادخوا آپاندکتومی شده به ایمونولوژی نفهمیدم چینه کش لطفاً میکروفونتون رو قطع کنید. خب بفرمایید آقای دکتر. خب اگزوم سیکوینسینگی که انجام شده مشخصاتش یعنی حالا جزئیاتی که لازم هست اینجا هست. یک کاوریج 347x رو در حقیقت را کاوریج به ما داد که عملا اوکی بود. آن تارگت کاوریج 113x بوده. دیگه حالا من وارد دیتیل مراحل فیلترینگ و به هر حال آنالیز نمیشم ولی اون در نهایت این که خب ما یافته واقعیتش اینه که واریانت پاتوژنیک یا لایکلی پاتوژنیک توی ژنی که حالا مربوط هم باشه به فینوتایپی که همکارا ارائه کرده بودن پیدا نکردیم. لذا رفتیم سراغ واریانت های ضعیفتر یعنی واریانت های وی او اس و توی واریانت های وی او اس اون چیزی که خب میبینید توی گزارش رو خدمتون یعنی خدمت خانم دکتر و همکاران ریپورت کردیم. البته نگفته نمونه که خارج از فینوتایپ واریانت پاتوژنیک ما داشتیم. مثلا خب بیمار ناقل تالاسمی بیتا هست که اون هم گزارش شده ولی مشخص اصلا علائم بیمار به این وسیله قابل توجیه نبود. دو موردی که به نظر ما میتونست رلوانت باشه با فینوتایپ یکی یه در حقیقت واریانت میسنس بود توی اگزون 9 ژن کسپیز 8. خب کسپیزا به هر حال مشخصن و نقششون توی مباحث ایمنی به همین شکل و یکی دیگه هم یه واریانت میسنس دیگه توی اگزون 6 ژن دیگه CFTR1 هست که این هم نوعی از ایدیوپاتیک کرونیک نوتروپنی رو میتونست ایجاد بکنه که اتوزومال دامیننت. ببینید بیماری اول یعنی اوتوایمیون لیمفوپرولیفراتیو سیندروم که توسط کسپیز 8 ایجاد میشه یه توارث اتوزومال رسسیو داره و بیمارم هوموزایگوت بود براش. خب میتونست توجیه کننده باشه ولی واریانت اونقدر واریانت قوی تا این مرحله نیست.
مورد دوم یعنی بیماری در حقیقت کرونیک ایدیوپاتیک نوتروپنیا، این توارث اتوزومال دامیننت داره که بیمار هم براش هترو هست، باز هم به عبارتی با توجه به هتروزایگوت بودن و دامیننت بودن فینوتایپ میتونه توجیه کننده باشه، اگرچه که باز هم واریانت ما اونقدر واریانت قوی به عبارتی نبود. اگر اسلاید بعدی رو همکاران بذارن، بله. خب این در حقیقت اون اینترپریتیشن یا کلاسیفیکیشن رو برای واریانت کسپیز 8 نشون میده. واریانت توی پاپولیشن دیتابیس ها ابزنت هست و این سیلیکو تول ها یا نرم افزار ها و به هر حال تول های کامپیوتری هم میگه که این دیلیتریوس افکت داره روی فانکشن پروتئین نهایی. با داشتن یک اسکور مادریت و یک اسکور ساپورتینگ متاسفانه لایکلی پاتوژنیک یا پاتوژنیک نمیشه و طبیعتاً تا الان ما اسکور دیگه ای رو هم نمیتونیم بهش بدیم، افکتد دیگه توی خانواده نداریم. یه اسکور ساپورتینگ دیگه میتونیم اضافه بکنیم اگر همکاران بالینی به ما بگن که فینوتایپ بیمار کاملا منطبق هست با اون در حقیقت بیماری که میتونه از جهش های کسپیز 8 حاصل بشه. اگر چنین موردی رو بگن در انتهای جدول که حالا من توی اسلاید خودم اینجا نمیبینم، نمیدونم، یه مقداری فکر میکنم سایز اسلاید ها یه جوریست که خیلی توی اسکرین دیده نمیشه یا به چه صورت هست نمیدونم، ولی در انتهای این ستون ساپورتینگ یه مورد دیگه هم میتونست اضافه بشه بر اساس اینکه فینوتایپ چقدر منطبق هست. به هر حال اون هم اضافه بشه، بله بله، پیشنت فینوتایپ اسپسیفیک باشه اگر برای اون ژن، اینجا میتونه یک ساپورتینگ دیگه هم بگیره. اگر همکاران موافق باشن این رو به هر حال کلینیشن ها باید به ما بگن که در این صورت میشه یک مدریت دو تا ساپورتینگ، که این کافی باز هم نیست، یعنی ما حداقل دو تا مدریت رو باید داشته باشیم یا یک مدریت به همراه 4 تا ساپورتینگ که بتونیم اینا رو به در حقیقت لایک پاتوژنیک برسونیم. این توی جدول حال بعدی میبینیم. بعد از ژن دومی که گفتم اتوزومال بیماری اتوزومال دامیننت ایجاد میکنه، اسلاید قبل از این هست، این هم شرایط مشابهی داره که باز هم به لایک پاتوژنیک نمیرسه و خب در انتها هم که همونطور که توی جدول دیدید گفتم واریانتی رو توی در حقیقت ژن HPV ریپورت کردیم که نشون دهنده ناقل بودن بیمار هست برای تالاسمی بتا که طبیعتاً فینوتایپ بیمار رو توجیه نمی‌کنه. با توجه به اسکورهایی که خب می‌بینید توی جدول گرفته، این واریانت پاتوژنیک میشه. خب اگر به این اسلاید نگاه بکنیم، به هر حال ما توی اون دوتا ژنی که در حقیقت برای توجیه فینوتایپ بیمار داریم روش کار میکنیم و شک داریم، کرایتریای کافی رو برای اینکه LP یا پاتوژنیک بشن وجود نداره، فعلا VOS هستن. البته واقعیت اینه که من خودم خیلی دارم از همکاران محترم ایمنولوژیست یاد میگیرم در مورد فینوتایپ این بیماران نقص ایمنی و وریشن خیلی زیادی که اینها دارن یا وریبل اکسپرسیویتی که به عبارتی توی خانواده دیده میشه. گاهن اینا تو افراد مختلف خانواده فینوتایپ‌های خیلی خیلی متفاوت یا دور از همی رو به عبارتی نشون میدن. از این جهت دیگه حالا بحث اینه که واقعا فینوتایپ چقدر الان منطبق هست و یا اینکه اصلا این فینوتایپ ها رو ما کی منطبق بدونیم یا ندونیم، بحثی است که همکاران محترم باید بگن. به هر حال الان از نظر یافته های ژنتیکی و اون یا اصول و به هر حال گایدلاینی که ما داریم، این دوتا واریانت هر دوتا VOS هستن. واریانت اولی هوموزایگوت هست بیمار، واریانت دوم هتروزایگوت هست. به هر حال هر دوتا الان در حال بررسی هست، سفارش مثلا پرایمر رو اینها براش داده شده که توی خانواده اینها رو بررسی بکنیم. مخصوصا این استپی که الان داریم انجام میدیم برای رد کردن واریانت دوم که فینوتایپ اتوزومال دامیننت میده، خب خیلی مهمه. یعنی اگر خب ببینیم پدر و مادر یک کدومشون اینو دارن و به ارث رسیده و هیچ گونه علائم نقص ایمنی یا ایمنولوژیک ندارن، اون موقع میشه اون VOS رو تبدیل به لایکلی بناین کرد و فوکوس کرد روی واریانت اولی، یعنی همون کسپیز 8. ولی هنوز متاسفانه ما اون پرایمر اکسپرشن دستمون نرسیده که کار رو در این خصوص به نتیجه برسونیم، ولی در حال انجام هست.
این وضعیت ژنتیکی هست یا یافته‌ای هست که تا الان ما داریم برای این بیمار؟ اگر سوالی هست من در خدمت دوستان هستم. این واریانتی که اینجا گذاشته شده یک در حقیقت یافته ادیشنال هست، باز هم ارتباطی با فینوتایپ بیمار در این لحظه نداره. ما یافته های ادیشنال رو برای این گزارش میکنیم که یا خودشون میتونن عامل یه اختلال یا بیماری باشه که در سالهای بعد یه وقتی در افراد بروز میکنن، و یا مهمتر از اون مواردی هست که اینها برای بارداری های بعدی خانواده مهمن. مثلا این ژن میتونه فرم اتوزومال رسسیو رتینایتیس پیگمنتوزا بده و این جهش هم لایکلی پاتوژنیک هست. خب این خیلی اهمیت داره که اگر خانواده قصد بارداری دارن، پدر و مادر قبل از بارداری بعدی برای این ژن بررسی بشن، چون قطعاً یکیشون ناقل هستن و بچه به همین علت هم ناقل شده. چون ازدواج هم فامیلی هست، احتمال این که نفر بعدی هم ناقل باشه زیاد هست. پس اینا باید بررسی بشن که لااقل برای مدیریت حالا خطر بیماری توی بارداری بعدی از این مسئله استفاده بشه. این برای اون گزارش. ربطی به فینوتایپ کنونی بیمار نداره. ممنون آقای دکتر کرامتی که لطف کردید. ما همیشه به شما زحمت میدیم، ولی بخشی که من همیشه حالا خدمت همکاران کلینیکال ایمونولوژیست دارم اینه که واقعا فینوتیپ و در واقع بخشی بین فینوتیپ و ژنوتیپ، من بارها گفتم ترم ایسی بود که دست 2019 بود، در واقع عنوانش این بود مورتالیتی بین ژنوتیپ و کلینیکال ایمونولوژیست ها، و واقعا باید این وریانت رو الان همکارا دو تا وریانت رو دیدن وقتی آقای دکتر اینها رو هر دو به ما گزارش کردن. اون جی اف آی وانیان در ژن های نوتروپنی هست، اتوزوال دامیننت، ولی یه فیگور تی منفی بی منفی میده. حتی گاهگاهی ما یه مریض قبلا داشتیم اونو با رگبان اشتباه گرفته بودیم و نوتروپنیش رو نمیتونستیم توجیه کنیم، همین ژن در اومد در بررسی های بعدی. ولی این مریض ما واقعا نوتروپنی نداشت، این چندین سی بی سی اگرچه اختلالات لثه داشت، و خود ما اول گفتیم که فیکس کنیم دیگه، در واقع از ژن هایی که نوتروپنی رو در واقع تو جدول که خانم دکتر شرفیان گذاشتن G6PC3 ژن ها توی الیانست آی بی دی تو ژن های نوتروپنی قرار داره، که خب از بیماران نوتروپنی هست که هم مشکلات قلبی داره هم مشکلات در واقع کلیوی. جدیدن ما یه کیس الیانست آی بی دی مون همین نوتروپنی در اومد و باید حتما در واقع دقت کنیم. الیانست آی بی دی واقعا این وایده و ما هم ایمن گلوبولین هم نوتروفیل هم فانکشن تی سل همه رو باید داشته باشیم. لیست وسیع از ژن ها بود تا بگیم بعدها اگر هیچی نداشتیم بگیم مدیریت مثلا اینترلوکین 10 یا حالا ژن هایی که در واقع علائم همراه خیلی به جز انتروپاتی ندارن، اگر چه تو خود اون الیانست آی بی دی هم ممکنه یافت بشه. بنابراین وریانت دوم برای مریض مطرح نمیشه. ما وقتی نگاه کردیم دیدیم وریانت اول میتونه انتروپاتی بده تو جدول، و یکی سوال کرده که دبل نگاتیوتون، دبل نگاتیو ها حالا خانم دکتر باز اسلاید دارن، تو این بیماری میتونه نرمال یا حتی افزایش داشته باشه. ما دبل ما وقتی که فنوتیپ و ژنوتیپ و همکارای ژنتیک به ما میدن و ما فکر اون دیزیز نبودیم، باید فانکشنال اسی کنیم یا حداقل فنوتیپ رو تایید کنیم. فنوتیپ دوم اصلا نوتروپنی نداشت، ولی اولی رو یکی از راههایی که داشتیم تایید کنیم خب همین دبل نگاتیو بود، حالا در واقع مقدارش هم یه مقدار بوردرلاینه، ولی این چون ژن دیگه به دست نیاورده بودیم واقعا این ژن میخورد به مریضمون که فیز 8 و آنتروپاتی ایجاد کرده. حالا خانم دکتر شریفیان فکر کنم دوباره دو سه تا اسلاید برای این بیماری دارن، اینو ادامه بدیم و بعد اگر سوالی باشه که در خدمت دوستان و بعد کیس دوم بفرمایید. ممنون. سلام مجدد عرض میکنم. چند تا اسلاید در مورد کاسپیز 8 خدمتتون ارائه میدم. اولا اینکه خودش یک پروتئاز هستش که در مرگ سلولی یا آپوپتوز نقش داره، یک مسیری داره که حالا توی اسلایدهای بعدی عکسشون میذارم. علاوه بر اینکه توی آپوپتوز نقش داره، یه سری نقشای دیگه هم ایفا میکنه توی بدن، میتونه توی فعال کردن به واسطه آنتیژن سل‌های هماتوپویتیک نقش داشته باشه، یا میتونه توی لیمفوسایت اکتیویشن یا اینفلاماسیون رگولیشن و تولید سایتوکاین هم نقش داشته باشه. توی بررسی‌هایی که انجام شده بود و مریض‌هایی که تا الان گزارش شده بود، من فنوتایپ‌ها رو درآوردم و موتاسیون‌ها رو
معمولا اینها به صورت اتوزومال رسسیو به ارث میرسن، والدین منسوب دارن. اولین گزارش مربوط به سال 2002 بود که یک خواهر و برادر یعنی سیبلینگ دچار این بیماری شده بودن که با تظاهرات آلپس لایت و ایمیون دفیشنسی تظاهر کردن، علاوه بر حالا اون لیمفوپرولیفراتیو سیندرومی که داشتن، اینها عفونت های مکرر و یک پاسخ ضعیف به ایمونیزیشن داشتن. یک بیمار بعدی که گزارش شد باز فامیل دور دوتا بیمار اول بود که این هم با اند ارگان لیمفوسایتیک اینفیلتریشن و گرانولوم تظاهر کردش و همراه با ایمیون دفیشنسی تظاهرات از نقص ایمنی به صورت بالینی داشتش. یک بیمار دیگه گزارش شده بود که یک پسر 15 ساله بود که از سن 5 ماهگی دچار افتیتی و عفونت مکرر شده بود، به اضافه اینکه این تظاهرات هپاتواسپلنومگالی و تظاهرات آی بی دی لایک داشتش. عفونت های مکرر ساینوپولمونری و لیمفادنوپاتی هم داشت و تب‌هایی با به صورت آنون اوریجین داشت که علتش مشخص نمی‌شد و ارگانیسمی یافت نمی‌شد. توی تظاهرات آزمایشگاهی بیمارانی که گزارش شده بود، یک حالا تعداد بیماران که خیلی کم نمیشه از الان قطعی صحبت کرد، ولی چیزایی که تا الان گزارش شده بود، دیسگاموگلوبولینمی خفیفی بود که توی بعضی از مریضا گزارش شده بود و بیمار ما هم آی جی جیش پایین بود، دیسگاموگلوبولینمی داشت. پاسخهای به واکسیناسیون توشون مختل بود که بیمار ما ولی پاسخ به آنتیبادیش نرمال بودش. البته میگم توی دو تا از بیماران مختل بود، باز توی یکی از بیماران نرمال بودش. تعداد سلهای دابل نگاتیو تی سل توی یک بیمار یک کاهش خیلی جزئی داشت که سیگنیفیکن نبود و توی بقیه بیماران نرمال گزارش شده بود. و همونطور که میدونید کاسپیز هشت جزء جنهایی هست که یک سندروم آلپس لایک میده و برخلاف آلپس یک سری تظاهرات ایمیون دفیشنسی یعنی عفونت های مکرر همراهش هست و حتی توی استیم هم که دیدیم گزارش شده میتونه به صورت سی آی دی خودش رو نشون بده، یعنی هم قسمت تی سل و هم بی سل رو درگیر کنه، روی ایمیونیتیش نقش داشته باشه و به صورت کامبین ایمیون دفیشنسی تظاهر کنه و یا به صورت آی بی دی. برای درمانش هم چون که هنوز تعداد کیس ها کامل نیست، درمان قطعی براش گزارش نشده، همون آی بی آی جی و آنتی بیوتیک های پروفیلکسی که داده میشه تا الان و درمان آی بی دی و تظاهرات همراهی که دارن درمانی هست که گزارش شده. این اسلاید هم یک موتاسیون و نقش ژنی بیمار آخری که گفتم با تظاهرات آی بی دی لایک بود نشون میده و توی این اسلاید هم عملکرد کاسپیز 8 همراه با بقیه مواردی که توی آپوپتوز سلولی نقش دارن رو خواستیم نشون بدیم. اگر سوالی هست ما در خدمتیم. همکارا یه چند تا 4 تا سوال نوشتن، من این سوالا رو جواب بدم سریع. اگر همکارا صحبتی دارن در ما در خدمتشون هستیم یا کسی دیگه میخواد صحبت کنه. این دو سه تا سوالی که هست گفتن احتراق کرون از کلیتولیسرو این آبسه پرانال باشه. آبسه پرانال خب میبینیم در حتی تو خود ایجل سک شده و همکارا چیزی برای در واقع درگیری فقط درگیری ریده بزرگ بود و توی گزارش پاتولوژی و اتفاقی به تو توضیح داد. انتروپاتی اوتویمون هم که پاتولوژیش به نفعون نبود، اشتباهی تو این سری ما انجام دادیم که هیچ کاری کامل نیست، ما فراموشمون شده. همکار گوارشی که به ما در واقع لینک بود و این مریض رو از نظر که من برای آی دی دی اینا مشاوره گوارش میکنم که مدیدو نداریم. بعد یکی چه پرسیده اچ آی وی چک شد یا نه، میکنم اچ آی وی شو چک کردیم و من دیدیم به نظر با همه اینا میگردیم چون ژنتیک رو داریم ولی نمیدونم چون منگولومینش بالا نبود، رمپوپرمی ندار، سیدی خود به سیدی ایتش هم ریورس نبود، ولی همکاری که اچایوی رو سال کرده اینا در واقع بفرمون که آره من از چه نظر. و بحث کالپروتکتیرش هم خواست به نفع آیدیدیش بود خیلی بالا، این کیس بعدن فنوتیکش به نفع این قضیه بود. حالا میگن اگر همکارا سالی دارن که بفرمون یا میخوان که در واقع صحبتی داشته باشن، اگر نه که ما کیس دوم بریم.
خب ممنونم خانم دکتر چاوش‌زاده. نمیدونم همکارا سوال دیگه ای دارن پرسیدن. آیا آسیکلوویر جزء درمانه؟ یعنی به عنوان درمان پروفیلاکسی منظورتونه؟ بله آقای دکتر، ما تو درمان پروفیلاکسی بله. گذاشتیم. بله. بله ممنون. خب ظاهرا سوال دیگه ای نیست خانم دکتر. ممنونم از شما خانم دکتر شرفیان، آقای دکتر کرامتی پور. به هر حال کیس جالبی بود. حالا انشالله پیگیریش هم بعد بهمون اطلاع بدین. حتما. ممنونم. ممنون. فکر می‌کنیم کیس بعدی رو خانم دکتر خاکبازان خیلی عزیزمون معرفی می‌کنن و بحثش رو می‌کشن باز با آقا در خدمت آقای دکتر کرامتی پور. بفرمایید خانم دکتر خاکبازان.